سلام دوستان عزیز، خوش آمدید دیگم شما را به یک ویدیوی دیگر. دوستان عزیز، در چند روزی گذشته چند ویدیو در مورد مهاجرین به اشتراک گذاشتم که در این ویدیو شما دیدید که دیپورت ها از ترکیه شروع شده و روزانه هزاران نفر از استانبول یا از شهرهای دیگه ترکیه دستگیر و به کشورهایشان فرستاده میشه. و در این ویدیو ما با شما گفتم که در یک هفته بیشتر از 42,000 نفر مهاجر دستگیر و به کشورهایشان فرستاده شده است. ولی متاسفانه در حالی که خیلی هم میبینند که در ترکیه یا هم در کل وضعیت مهاجرت خراب هست و مهاجرین در وضعیت دشوار قرار دارد، ولی بازم افراد زیادی هستند که از من سوال میکنند که چطور میتونیم مهاجرت کنیم به ترکیه و از ترکیه بعد به اروپا چطور میتونیم مهاجرت کنیم. سوالات زیادی میاد، حتی خیلی هم میپرسه که قاچاقبر سراغ نداری یا خودت کسی رو نمیفرستی. من اول باید بگم، چند بار دیگه در چند ویدیو گفتم، اگر من در مورد مهاجرین فعالیت میکنم، من حتی در خیلی ویدیو اگر شما دیده باشید تشویق میکنم که مهاجرت از راه قاچاق نکنید. من مخالف مهاجرت از راه قاچاق هستم، ولی متاسفانه بعضیا برای شرایط سخت و دشواری که دارن مجبور میشن و یا هم مشکلاتی که ربطی به خودشان داره، به هر حال هر کس مشکل داره که مهاجرت میکنه. و امروز دوستان عزیز یک مستندی که از طرف بی بی سی درست شده و مشکلاتی که در راه رسیدن به ترکیه ممکن است به شما رخ بده، این مشکلات رو نشان میده و با بعضی از مهاجرین که این مشکلات رو داشته صحبت کرده هست. میریم این ویدیو رو با هم میبینید. مطمئن هستم که ویدیو هست که شما رو احساساتی میکنه، همونطور که من با دیدنش واقعا احساساتی شدم. و هدف ما از پخش این ویدیو این است دوستان که تا جایی که امکان داره سعی کنید مهاجرت از راه قاچاق نکنید، چون مهاجرت از راه قاچاق واقعا خودکشی و به خطر انداختن جان، نه تنها جان خود بلکه جان کل خانواده ایتان هست. پس سعی کنید که از مهاجرت از راه قاچاق دوری کنید و به فریب حرفای قاچاقبرا رو نخورید که وعده های خالی میده به شما. توصیه میکنم این ویدیو رو تا پایان ببینید و برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون شریک بسازید. و اگر اینجا جدید هستید کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیو جدید با خبر بشید. بریم سمت ویدیو. Afgan göçmenler Pakistan ve İran üzerinden Türkiye'ye uzanan yolculuklarında kaçırılıyor. Mojerin Afgan ki az roy Pakistan ve İran vardı خاک ترکیه میشه، از طرف دزدان فراری داده میشه و ازشون پول درخواست میشه. و این ویدیویی که میبینید متاسفانه حرکت غیر انسانی است که برخورد میکنه با این مهاجرین. این ویدیو رو من برای شما قبلا ثبت کردم، ویدیو کاملش هست داخل کانال. اولایلرین بیر بولومی ده ایران ترکیه سنرینده یاشانیور. و یک قسمت از این اتفاقات ناخوشایند بین مرز ترکیه و ایران رخ میده. بی بی سی با آراشترمه اسناسنده چوک سایده ویدیویه اولاشته. بی بی سی در تای این گزارش میگه به ویدیوی زیادی دست پیافته هست. Bunların birçoğunun içeriği yayınlanamıyor. Yani خیلی از ویدیو متاسفانه در حدی بد بوده که حتی پخش کردن نمیشه، همونطور که من در ویدیو قبلی به شما گفتم. Çok kadar rahatsız ediciydi. Bu videolar işkence görenlerin ailelerine gönderilip fidye istemek amacıyla kullanılıyor. مهاجرین رو در که دزدا میگیرن، لاتکوب میکنن، آزار و اذیت میکنن و بعد این ویدیوها رو به خانواده هایشان میفرستن و ازشون پول درخواست میکنن. Türkiye'de Afganistan'dan kaçmayı başarmış ama bu esnada her şeylerini kaybetmiş göçmenlerle buluştu. در ترکیه با مهاجرین برخورد کردیم که توانستن از کشورشون بیرون بشن، ولی در طی این مهاجرت همه چیزشان رو از دست داده است. دیگه هیچ امید به زندگی نداشت. چون باید هم از دست دادم دیگه این حرفا. هیچ امیدی به زندگی نداشتم، بچه من رو از دست دادم. Burası Van. اینجا وان هست. İran'la uzun bir sınırı var. مرز مشترک طولانی با ایران داره. Afgan göçmenlerin Avrupa'ya uzanan giriş kapısı burası. اینجا درب ورودی مهاجرین افغان برای رفتن به اروپا و ترکیه هست. Afganistan'dan yola çıkan göçmenler Türkiye'ye 10 yıllardır İran üzerinden kaçak giriş yapıyor. مهاجرین افغان گرچه ده ها سال که نمیشه، ولی سال هاست از مرز ایران وارد خاک ترکیه میشن. Bu düzensiz göçmenler iç savaştan, yoksulluktan ve baskılardan kaçıyor. این مهاجرین از فقر، جنگ های داخلی و مشکلات دیگری که داشتن از کشور فرار کردن. Kaçakçılar Van'da Türkiye'ye henüz giriş yapmış, göçmenlerin kalabilecekleri güvenli evler işletiyor. در وان قاچاقبران خانه های امنی برای مهاجرینی که وارد ترکیه میشن، یعنی همون خوابگاه که ما میگیم بهش، به خوابگاه هایی دارند.
Ahmet 20'lerinin başında bir genç gördüm. Ahmet yak cavani 20 sala. Dünüz kan izlerinin nedeni kırılmış burnu. Ve جای خونی که در صورتش میبینید دلیل شکستن دماغش هست. Bu Türkiye'ye giriş yaparken olmuş. İttifak da zamanı vurdu bir Türkiye. Hem de diğer göçmenlerin isimlerini güvenlik nedeniyle değiştirdik. Çuluğa çıkıyorlar. İyalet. در حالی که میفهمن که چنین مشکلاتی وجود داره ولی بازم این رو را انتخاب میکنن. تا پیش از اومدن برادرم برام گفته بود دوز داره، زدن داره، کتک خوردن داره، لات خوردن داره. ببینید میگه قبل از آمدن برادرم گفته بود که دوز داره، لات و کوب، پلیس و مشکلات دیگه داره ولی بازم گوش نکردم به این سفر ادامه دادم. پلیس چیزی کردن هست. هیچ کس از شوق نیت به سفر نمیکنه، از وطن خود، از جای خود، از فامیل خود، از خانواده خود. الان ما به شده دو هفته است با مادرم صحبت نکردیم. من میفهم مادرم به چی حالت است. واقعا سخت است. هیچ کس میگه از شوق و علاقه کشورش رو ترک نمی کنه و هم برای سفر به این مشکلات مشکلی و دو هفته میشه از مادرم خبر ندارم. نمیفهم در چی وضعیت است. Ama artık ortada yeni bir tehdit var ve bu evdeki herkes de bu durumdan haberdar. Böyle falan bir مشکل جدید وجود داره و هر کسی که در این خانه است از این مشکل باخبر است. قاچاقم دزدا کرا میگیره، او را اذیت میکنه، میزنه تا که پول واصل شه. به گفته خودشان می کار ما همی است. دزدا ببینید کار ما همی است میگه. Bu kişi Telegram'dan az önce aldığı bir videoyu gösteriyor. Çe esası dari ki in videoyu mu izliyorsun? Çe esası. Çok esası bari. Çok esası bari. Ba muhacirin afgani in tu raftarmışu sari marza. Bu dehşet verici işkence videoları Afgan sosyal medya hesaplarında viral oluyor. Ama bu da insanların yola çıkmasını durdurmuyor. Vallahi hemen tur این ویدیو رو من اینجاش رو سانسور میکنم چون نشان داده نمیشه ولی بازم اینو باعث میشه که همینم باعث نمیشه که از مهاجرت دست بکشن. İran'daki çeteler sınırı geçmek isteyen göçmenlerin savunmasızlıklarına istismar ediyor. در این راست میگه اتفاقات در این اواخر چند سال اخیر این گروه های دزدا پیدا شده و مهاجرینی که قصد خروج از ترکیه ایران و ورود به ترکیه داره سر مرز اینا رو دستگیر و پول درخواست میکنه. استقامت گردنشه. باز وقتی که ما میفتیم نداریم باز وقتی که میزد برادر ما صدای زور از دور میگرفت. باز برای ما میگفت لوازم خانه خود سودا کرده بجو به پول به دزا داریم. میگه از ما پول درخواست میکرد. وقتی میگفتیم نداریم او رو لطو کوب میکرد و او فیلمش رو با ما ری میکرد یا صدایش رو با ما ری میکرد. آخرش مجبور شدیم لوازم خانه و سلاح خانه ما رو بفروشیم تا پول دزدا رو بده. Aileler sevdiklerini kurtarabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Ancak kardeşinin başına gelenlerden 6 ay sonra Ahmet de tıpatıp aynı riski göze aldı. برادرش دست دوزا افتاده و 6 ماه بعد خودش هم همون راهی که برادرش آمده بود همون راه را آمده. درباره این مسیر میدونستیم که جان ما در خطر است. با جان ما بازی میشه. هم میدونستیم هم بازم این کار داشتیم. بازم اعتماد میکردیم. Bu çekim yapıldığında Said Afganistan'da henüz yolculuğunun başındaydı. Kendisi bu yolculuğu daha önce tam 6 defa denemiş. من گفتم اینا خدا ناترسن. گفتم در قلبم خودش گواهی داد. من گفتم تو با من نامردی کردی ولی اونا ترکیه‌ye geçişini sağlayacak bir sahte belge vereceklerini söylemişlerdi. Ancak İran Türkiye sınırındaki bir kasaba olan Boya gelinceye kadar bunun bir tuzak olduğunu fark etmemişti. ببینید کسایی که مقاچاقواره که میگن ما با شما کیملیک میدیم کارت میدیم نمیدونم فلان اینا همه دروغ هستن. ببینید در ویدیو خود شما میبینید. بعدش اینجوری بستن. یه خوب محکم تر بستن پایش رو. میگه پای مرا اینجوری بستن. بعدش کلن مرا بلند کرد اینجوری. من پاهم بلند شد، تنم صورتم کلن پایین ره. بعد کتک آوردن مرا با کتک زدن اینجا. مثل داخل فیلم ها واقعا آدم باورش نمیشه. میگه پای مرا بستن، مرا آویزون کردن پا بالا سر پایین، بعد با چوبا لطو کوب کردن. جایم اینجایم با پایم. من حدود فکر کنم یه ساعت وارد بودم.
یک ساعت خیلی اوزام بد بود. خودم میدیدم، من گفتم به خدا از این که بمیرم اینجا بهتره دیگه. Aslında Said fidye amacıyla kullanacak bir çeteye satılmıştı. Türkiye sınırından 20 kilometre uzaktaki Almalu adındaki bir köyde tutulduğunu söylüyor. Tasviri bigiren, aksi bigiren az suratimo bad be ona befresen. Bu ayet ma ina ra giravgan giriftim. Ma ina giri döz dastan ma döz dastim. Uvasi ina aga pul merizit berizit aga ne merizit. Ma dast ve kar mişim ya goşşana mizenim ya nakhunayşana mikashim. اینجوری کارا با اینا میکنیم، اینجوری وحشت میکنیم. واقعا در اون ویدیو من در یک ویدیو دیدم که چنین وحشیانه برخورد کرد گوش یکی از مهاجرین که دست دوزا افتاده بود رو بریدن. سعید احساس محبدن شی ailesinin hissedeceklerini düşünmekti. تقریبا 5-6 روز به خدا با اونا بودن. کلن لحظه به لحظه اصلا خواب از سرم پریده بود. فکرم 5-6 روز به خدا با اونا بودن. کلن لحظه به لحظه اصلا خواب از سرم پریده بود. فکرم به سر عزتم گفتم بعد یه وقتا یه سالها یه وقتایی بگذره اینا توی مجازی پخش کند اونجا دیگه. میگه اصلا مرا خواب نمی برد، نه به خاطری که لط و کوب می شدم یا آویزون بودم، به خاطری که اینا اگر به من تجاوز کنن یا آبرو عزت من رو ببرن و فیلم بگیرن و او فیلم پخش بشه، بعد از اینکه من از اینجا آزاد شدم چطور میتونم به زندگی خود ادامه بدم، چطور میتونم زندگی کنم با این شرم بزرگ. واقعا اگر یک لحظه فکر کنید میفهمید که چقدر سخته. bütün bunların hepsi sınırın yakınlarında oldu. همه اینا در نزدیکی مرز رخ داد. Türkiye düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini durdurmak için hali hazırda İran'la sınırının yarısından fazlasına uzanan bu duvarı ördü. Türkiye برای جلوگیری از ورود مهاجرین دیوارو درست کرده که خیلی در جریان هستیم ولی نه کل مرز. Ancak duvarı geçseler de tüm sorunlar bitmiyor. از دیوارم اگر رد بشه واسه مشکلات همه تموم نمیشه. دیوار یکی از مشکلات است. Çoğunlukla geceliğin yapıldığı öne sürülüyor. خیلی از مهاجرت‌ها از طرف شب رخ میده درسته. واقعا کامل این ویدیو رو تماشا کردن دل و جرأت میخواد، کار سختیه. ولی بازم من لینک این ویدیو، همین ویدیو اصلی رو میگذارم پایین این ویدیو. اگر شما خواسته باشید میتونید از اونجا ببینید که واقعا چه برخورد غیر انسانی میشه با کسایی که از راه قاچاق مهاجرت میکنن. امیدوار هستم این ویدیو باعث بشه که بعضی ها طرز فکرشون عوض بشه و از مهاجرت از راه قاچاق حداقل برای فعلا خودداری بکنن. تا ویدیو بعدی.